بحث ما رسید به حکمت 24 و قال علیه السلام من کفارات ذنوب العظام اغاثة الملحوف و تنفیس و عن المکروب، از چیزهایی که باعث میشه که گناهان بزرگ پوشیده بشه از بین بره فریاد رسیه کسانیست که گرفتارن و برطرف کردن غم از یک انسان دچار غصه. ملحوف یعنی کسی که فریاد میزنه کمک میخواد، اغاثه یعنی به فریاد رسیدن، استغاثه یعنی فریاد رسی، تنفیس یعنی عرض کنم که برطرف کردن غم و اندوه از نفس کشیدنه، کاری کنیم که طرف بتونه نفس بکشه، غصهشو برطرف کنیم که راحت تنفس کنه، یا اینکه نه کاری کنیم که دیگه آه نکشه، برطرف کردن غم و غصه. مکروب هم کرب به معنای غصه و اندوه و بلا و این چیز هاست. با توجه به این که خدمت رسانی و بندگان خدا ارزشش خیلی زیاده پیش خداوند متعال، و لذا وقتی کسی بنده خدا کمک کرد غصه رو از بنده خدا دور کرد، خدا هم اون گناه بزرگش رو میبخشه. پس فریاد رسی از بندگان گرفتار خدا باعث از بین رفتن گناهان بزرگ میشه. تکفیر معنی پوشوندن هست، خود کلمه کفر معنی پوششه، پوشوندن. به کشاورز میگن کافر چون دانه رو میپوشونه. پوشندن گناه یعنی این که اون آثار و تبعاتش رو از بین بردن، طوری که گناه دیده نشه، چون اون چیزی که از گناه بیشتر باعث عذاب میشه خود مشاهده گناهه، جنسان حقیقت گناه رو میبینه. تکفیر و پوشندن معناش اینه که دیگه گناه دیده نشه، وقتی گناه دیده نشد دیگه عذابی به دنبالش نخواهد بود. اینا داشته باشید که یه بحثی در عقاید هست تحت عنوان احباط و تکفیر. احباط یعنی از بین بردن کارهای خوب، تکفیر یعنی از بین بردن گناهان، پوشاندن گناهان. در بین محبطات، خب در قرآن اومده مثلا شرک همه اعمال انسان رو حفظ میکنه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اذیت پیامبر همه اعمال انسان رو حفظ میکنه. بعضی از چیزا هم هست که برخی از اعمال انسان رو حفظ میکنه، مثلا منت گذاشتن یا اذیت کردن صدقه رو حفظ میکنه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اما دیگه نماز انسان رو حفظ نمی کنه. مثل شرک نیست که نماز و صدقه و روزه و همه رو یک جا پاک میکنه از بین میبره. در بین مکفرات هم بعضی مکفرات همه گناهان از بین میبره که در رأسشون خود توبه هست. توبه مکفر عامه، هیچ گناهی باقی نمیذاره، چه شرک چه کفر چه گناه عقلی گناه قلبی گناه بدنی، همه رو یک جا پاک میکنه. بعضی ها نه، بعضی ها فقط گناهان صغیره رو پاک میکنن، حسنات گناهان کوچک رو پاک میکنن. ان الحسنات یذهبن السیئات. بله بله، اینها داشته باشن دوستان که ما قائل به احباط تکفیر مطلق نیستیم مثل معتزله و اشاره. اینجوری قائل نیستیم که هر گناهی محبته یا هر عمل خوبی مکفره. اونها این قول رو دارن، اونها میگن که احباط و تکفیر مطلقه. باز خودشون دو دسته میشن، یک دسته میگن که به شکل موازنه احباط و تکفیر انجام میشه، یه عده معتقدن به شکل تقدیم و تأخیر. معنی موازنه اینی که میگن که ثواب و گناه اینا با هم وزن میشه. مثلا فرض کنید کسی
ده تا حسنه داره، مثلا 5 تا سیئه، اینا با هم سنجیده میشه، 5 تا از اون حسنات میاد، این 5 تا سیئه رو از بین میبره، براش چی میمونه؟ 5 تا حسنه میمونه. این شیان موازنه. اونا که میگن تقدیم و تأخیر، میگن هر گناه متأخری اون ثوابهای متقدم رو از بین میبره، یا هر ثواب متأخری چیکار میکنه؟ گناهان متقدم رو از بین میبره. این هم ما قبول نداریم، این وضعی که اونا گفتن، اینا هیچ کدومش ما قبول نداریم. ما معتقدیم بعضی از اعمال خیر بعضی از گناهان رو از بین میبره و بعضی از گناهان همه اعمال از بین میبره، بعضی هم نه. مثلا شرک من گفتم همه اعمال رو مطلقا حبط میکنه، اما منت گذاشتن چیه؟ صدقه رو فقط از بین میبره، با بقیه اعمال انسان کار نداره. نسبت به مکفرات هم همینجوره، برخی از مکفرات گفتم مثلا توبه هیچی واقعی نمیذاره، اما بعضیش اینجوری نیست. مثلا فرض فرمایید که کسی نماز شب خونده، نماز شب سیئات رو از بین میبره، اما گناه کبیر هم از بین میبره، خیر به شکل موازنه تکفیر، نه خیر، نه موازنه درسته نه تقدیم و تأخیر درسته. اون نظریاتی که اونا داشتن رو ما قبول نپذیریم. بنابراین شما انتظار نداشته باشید که هر گناهی که طرف کرد حتما در ازاش عمل خیری از بین بره، یا هر کار خوبی که انجام داد به ازاش گناهی از بین بره، چون یا باید به شکل هم تقدیم و تأخیر باشه. البته اینا بحث مفصل میخواد، تو کشف المراد بحث شده، مثلا خود فهم کشف المراد از اونم که آقای حسن زاده ازشون نقش بودم گفت که ما تو حوزه 3 نفر نداریم که بتونن کشف المراد درس بدن، خود فهم کشف المراد سخته. یعنی این بحث تو کشف المراد کاملا توضیح داده شده که چرا تقدم و تأخیر رو قبول نداریم، چرا موازنه رو قبول نداریم، اونجا بحث شده. نه اونجا من اون تشبیه معنی کافر دونستن دیگرانه، چون اونا همه رو کافر میدونن و به احتواری میشون میدونن تکفیر. باید اینجا انسان اهم و مهم بکنه. به عبارت دیگه یک سگ رو همچه انسان بخواد نجات بده خیلی سبب داره، چه بسه باعث بخشید شدنش بشه، سگ از تشنگی مثلا نجات بده. اما اگر هم دایر باشه بین این که بخواییم ارزش گذاری بکنیم، مثلا دادرسی به دادرسی مؤمن متدین و متقی رسیدن، مثلا اگر نمرش 100 باشه اون انسان کافر ممکنه نمرش 20 باشه، نه اینکه اینها با هم مساوی باشن. به این شکل ارزیابی میشه.